سلام به همه دوستان، به همه عزیزانی که این ویدیو رو دارن میبینن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سرحال قبراق روبه روال. امروز یه دونه بازی براتون آوردم، بازی خلاصه شده بین رونی سالیوان و سویل وایدی. من خودم بازی رو از قبل ندیدم، اولین باره که دارم میبینم و بریم ببینیم که چه اتفاقایی توی بازی میفته. خب بازی شروع میشه، سویل وایدی اولین بریکشو میزنه، سلطانم میاد یه ضربه سیف میزنه، ضربه خوبیه، قابل قبوله، موقعیت میز موقعیت خوبیه. توپا تقریبا پخش شدن. سویل وایدی خیلی کم رنگ بود توی بازی ها، توی ضربه لانگ خیلی خوب. به نسبت حسین وفایی فوق‌العاده کمرنگ‌تر بود سویل وایدی، یعنی اصلا توی حرفه‌ای یا تو تور حرفه‌ای باشی، ولی خب خودش بنده خدا میگفت چون موقعیت مالی خوبی نداشتم، هر وقت میومدم که بازی کنم هیجان منو میگرفت و نمیتونستم اون کارایی خودم و اون توقعی که از خودم دارم رو برآورده کنم. گفت علت این که کمی ضعیف بودم توی بازی ها این بوده. ما که امیدواریم هر جا هستش خوب، عالی، سرحال، قبراق باشه و آرزوی موفقیت برای سویل وایدی داریم. بازیکن بسیار مؤدب، بسیار خوب و عزیزی هستش. خب سالیوان نتونست بریکش رو ادامه بده، یه ضربه سیف زد، ضربه سیف خیلی خوب. سویل وایدی دوباره میاد روی میز، 19-0، شرایط به نفع سالیوانه. دوباره یه ضربه فوق‌العاده عالی، ضربه خوب از رونی سالیوان. توپ بله سیف میکنه، ترجیح میده که ضربه سیف رو بزنه. شانسش امتحان میکنه سویل وایدی و متاسفانه توپ پات نمیشه. شرایط توپ ایدئال نبود، رونی سالیوان هم همین کاره کرد، سعی میکنه توپ سفید رو بیاره پشت قهوه‌ای که این اتفاق نمیافته، ولی خب جای توپ خیلی خوب بود. با یه ضربه سیف بد از سویل وایدی بله. سالیوان اومده توی منطقه بریک بیلدینگ هم هستش. توپ شیشم پات میکنه، بسیار زیبا، خیلی خوب. کنترل کیوبال ضعیف، مجبور میشه که ضربه سیف بزنه دوباره. خوب بود؟ نه خوب نبود، من اصلا اون توپ رو ندیدم. ضربه خیلی بدی زد سویل وایدی. بله موقعیت میز موقعیت فوق‌العاده‌ایه برای رونی سالیوان، راحتی میتونه میز رو جمع کنه. دوتا مشکل، اون دوتا توپی که به باند چسبیده براش مشکله که باید با یه کانون خوب اون دوتا رو آزاد کنه. البته فکر کنم داشته باشه تا حدودی، ولی خب نیازی هم بهش نداره. بله امتیاز کافی رو میگیره. به به اونم به زیبایی هرچه تمام پات کرد، مهم نیست، بازی رو برد 1-0 به نفع رونی سالیوان. سویل وایدی اومده روی میز دستش رو گرم کنه، دوتا توپ بزنه که دستش گرم شه. ببین این رفتار حرفه‌ایه بچه ها، از بازیکنان خیلی قدر من دیدم همچین رفتاری و مثل نیل رابرتسون، خیلی از بازیکنان میان روی میز که چند تا توپ بزنن و به جریان بازی برگردن. خیلی مهمه که بازیکن توی جریان بازی باشه، از بازی خارج نشه. خب 1-0 به نفع
رونی سالیوان. فهم تو پیشم پاد نشه. بله یه سیف خوب سوید وایدی میاد یه ضربه سیف میزنه. ببینیم فهم چرا اینجوری بازی میکنه. اورجینال پوزیشن میده. بریکلا ببینیم چیزی رو داد؟ نه چیزی نداد. دوباره سالیوان میز توپو میبره به منطقه امن میز. فعلا دارن همدیگه رو محک میدن که محک میزنن که آه. که دیگه سالیوان از این موقعیت استفاده کرد. توپ چهار رو پات میکنه. بسیار زیبا. خیلی خوب خیلی خوب. واا پات نکرد پات نکرد. یه موقعیت عالی برای سهیل وایدی است. ببینیم چجوری استفاده میکنه. باری کلا یه سیا کنترل عالی. کنترل کیوبال عالی. امیدواریم که یه بریک خیلی خوبی ازش ببینیم. باری کلا یکی پس از دیگری داره توپا رو پات میکنه. خیلی خوب. یک کم زاویه زیادی گرفت ولی خب به راحتی هرچه تمام پاتش کرد. موقعیت میز خوب بد نیست. یه دونه این هم میاد برای این توپ آزاد. این هم پات میکنه. یه دونه کنون خوب یا به اصطلاح اسپلیت پک لازم داره که این قرمزا رو باز کنه. آه آه فوق العاده زیبا فوق العاده زیبا. 55 وا پات نشد. قرمز رو پات نکرد. آخ آخ بازی بازی حساسی هم هست. 1 سالیوانم که موقعیت میزم خیلی خوبه. حالا امیدواریم بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. 9 خیلی صاف شد. مجبور شد با یه پاور بالا ولی خب باز کنترل کرد کیوبالو. میاد برای توپ مشکی کنونی که نگرفت. نه باید سیف کنه. بله میره به پایین میز. ببینیم سوید وایدی چی کار میکنه. سیف خوبی نیست. سیف خوبی نیست. میدونم چون اینجوری زد. دوباره به میز برگشت. باید ببینیم. بسیار زیبا بسیار زیبا. باید ببینیم سالیوان چیکار میکنه. بازی کنی نیستش که بخواد با 55 امتیاز باخت رو قبول کنه. 12 بله سیف شد. حالا سهیل ولی داره اگه بتونه. نه یه ضربه سیفتی خوبی زد. سالیوان دوباره وسواسیش رو شروع کرده. یه میز رو داره تمیز میکنه. آخ پات نشد. متاسفانه پات نشد. باید ببینیم سالیوان چیکار میکنه. ضربه سیفتی خوب. شرایط یکم برای سوهیل وایدی دشوار میکنه. بعد فکر کنم داره پاتش میکنه. 44 امتیاز. 11 امتیاز عقبه. 11 امتیاز چیزی نیست. 20 تقریبا 27 امتیاز روی میزه. 7 14 خیلی راحت بازی رو داد سهیل وایدی. خیلی راحت. یعنی میتونست برنده این فریم باشه.
25. حالا میتونست برنده این فریم باشه، ولی خب 2-0 به نفع رونی سالیبا. میاد بریکو میزنه آقای واحدی. 1 بریک، نه خوب نیست. یه توپ داده به سالیوان، ببینیم چیکار میکنه. نه نمیاد بزنه، میاد سیف میکنه. سیفش هم سیف خوبی نیست. امیدواریم سوید وایلی استفاده کنه. بسیار زیبا میاد سیف میکنه، میاد سیف میکنه. سالیوان هم میاد. خیلی قشنگ، خیلی نمیزنه. سویل بایدی میتونست این ضربه رو باری کرده، باری کرده. یه پلنت خوب. وای موقعیت میز اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا سویل بایدی باید منتظر باشه ببینه سالیوان آیا اشتباهی میکنه یا نه. یکی پس از دیگری داره توپا رو پات میکنه. 25. یه برای توپ 6 یا دوباره 7، 6 رو میزنه. 32. 32 امتیاز. به 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 به، یه اسپیریت پک فوق العاده زیبا، یه لاین پات. بله اسطوره است، استاد اینجور ضرباته سالیوان. دونه دونه توپا رو داره پات میکنه. فکر کنم این فریم هم از آن خودش میکنه. 62 امتیاز. 63. این هم پات میشه. بله 63. اینجوری که داره پیش میره. به به به، چه کنان زیبایی. 76. چه کن، خیلی استیبل، خیلی ریلکت، خیلی H3 مسلط روی میز دونه دونه توپا رو پات میکنه. احتمال خیلی زیادی سنچوری زیبا از رونی سالیوان ببینیم. به 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 به، یه سنچوری زیبا میز رو جمع میکنه. چه ضربه ای، چقدر خوب، چقدر خوب توپ زرد رو میزنه. بسیار عالی، استادیه، استادیه واقعا. خیلی ها میگن براشون سواله که آیا بعد سالیوان کسی دیگه میاد جاشو بگیره یا نه. احمد 3-0 بازی به نفع رونی سالیوان. امیدواریم که سویل وایدی یک کامبکی بزنه. شرایط و جو بازی یه ذره برایش سنگین میشه. 3-0 عقب افتاده. سعی میکنه محتاطانه عمل کنه. یه ضربه سیف. ولی خب یه دونه توپ اینجا داره سالیوان. نه با یه ساید توپ رو برمیگردونه به منطقه امن میز. سویل میاد نگاه میکنه ببینه آیا توپی داره یا نه. فعلا روی ضربات سیفتی دارن کار میکنن تا یه بازیکن، تا ببینن کدوم یکی از اینا یک اشتباهی میکنه که دیگری از اون موقعیت استفاده کنه. کم کم توپا دارن پخش میشن. این سالیوان داره تشویق میکنه سویل وایدی و بابت این ضربه‌ای که زد. ضربه فوق‌العاده خوبی بود. بله به چالش کشید رونی سالیوان و امیدواریم که سویل وایدی از این موقعیت نهایت استفاده رو ببره. بازم ضربه سیف، ریسک نمیکنه. سیف خیلی بدی، سیف خیلی بدیه. بله سالیوان هم که استفاده میکنه. سالیوان بازیکنیه که موقعیت بهش بدن خیلی کم پیش میاد که ازش استقبال نکنه. ضربه خوب،
ضربه خوب، یه کنترل کیوبال عالی، بسیار زیبا. 20. با توپ 5 و 6 داره بازی میکنه، خیلی مسلط. 25. اثبات 6 هم آزاد میکنه که توپ برگرده 26. سر جاش. خب فعلا 5 داره، ببینیم آیا اینجا توپی داره یا نه. مجبور میشه یه ضربه سیف بزنه و به بهترین منطقه میز، یعنی پشت این سه توپ ببره کیو بالا. بسیار زیبه، بسیار زیبه. باری کلا به سوئد وایدی بابت این ضربه خوبی که زد. رونی هم یه سیف خوبی میزنه، سیف قابل قبولیه. سوئد وایدی تحت فشاره، باید کنترل کنه خودشو که هیجان بازی بهش غلبه نکنه که بتونه تصمیم درستی بگیره توی ضربه هاش. بله، یه ضربه خوب، یه ضربه خوب از سوئد وایدی. اگه امیدواریم سالیوان نداشته باشین یه قرمزو باکش هم میکنه. بسیار زیبا، بسیار زیبا. استاد ضرباتیه که چقدرم نرم میزنه. استاد این ضرباتیه که هر بازیکنی نمیتونه بزنه، به خصوص این پنجو به این پاکت های 15. کناری میزنه، آدم لذت میبره میبینه. موقعیت کیوبال خوب نیست، نه نتونست از گوشه پاکت استفاده کنه و بله 51 امتیاز جلوه. باید ببینیم سوئد وایدی چی کار میکنه. سوئد وایدی اینجور که مشخصه، وای اینم داد، اینجور که مشخصه هیجان بازی سوئد وایدی غلبه کرده. چه ضربه ای زد، سیف نمی کنه، میره برای این که بازی رو ببره. شعار سالیوان اینه، یا زود بمیر یا زود بکش. حوصله بازی سیفتی و اینجور چیزها رو اصلا نداره. 20. یک کنترل کیوبال عالی، موقعیت خوبی نیست. یه توپ برشی خیلی خوب میزنه. نه لازم نیست از این اتفاق، ولی خب مهم نیست، بازی رو برده. 4-0 بازی رو میبره. واقعا بازیکن قدری سالیوان، بردنش اصلا آسون نیست، به خصوص روزایی که رو فرم باشه، روزایی که روزش باشه. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بازم میگم آرزوی سلامتی و موفقیت برای سوئد وایدی عزیزمون داریم. تا اونجایی که من خبر دارم برگشته ایران. امیدواریم که بازی های خیلی خوبی دوباره ازش ببینیم، به روزای اوجش برگرده و اینکه سلامت و تندرست باشید. ویدیو خوبی بود، قشنگ بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید. اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید توی کامنت ها حتما برام بنویسید، من میخونم و پاسخ میدم. و اگه از این نوع ویدیوها خوشتون میاد، پیشنهاد میکنم که پیجم رو حتما سابسکرایب کنید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ شما.